خون بالا آورد مادرش رو دید که قبل از برخواستن نقش بر زمین شد نگاهش رو به سمت علیرضا چرخوند علیرضا اینکه سر به زیر بود ولی حالا با سری بالا گرفته آروم برخاست و به سمت تلفن خونه حرکت کرد شروع کرد به نفس نفس زدن و گوشی رو برداشت و تماس گرفت اورژانس بفرمایید علی همیشه هیتلر رو به یاد می آورد که می گفت دروغ رو اونقدر بزرگ بگید که همه باورش کنند. اگر برای استادش بهونه میتراشید که نمره بگیره نمی گفت مریض بودم. می گفت تصادف، مرگ و بعد هم میزد زیر گریه. فرار می کرد از چیزی که بود. از لولیدن در یک خانواده پر جمعیت، از بازی روی زمین خاکی، هوای کثیف بچه بازها و خیلی چیزهای دیگه فرار می کرد. انصافاً هم خوب فرار کرده بود از محله ترلان در رسی تا دانشکده پزشکی تبریز راه زیادی اومده بود. اما هر بار که به خونه برمیگشت حس می کرد هنوز به اندازه کافی دور نشده. سال دوم دانشکده بود که لیلا رو دید. دختری که از تویتا پیاده شد. علی معتقد بود آدم باید احمق باشه که دنبال چشمای زیبا نگاه گیرا یا هر مزخرف دیگری باشه. باید دنبال دختری بود که از تویتا پیاده میشد. اگر هم دلت چشم زیبا خواست خب معشوقه برای همینه نه یک دل و نه صد دل عاشق لیلا شد با دیدنش رنگ از صورتش میپرید و لیلا یک بار به یکی از دوستانش گفت به نظرت پسر خوبی نیست شکوفه پوزخندی زد و گفت مبارک باشه یک بار که علیرضا منتظر دختری که از تویوتا پیاده میشد بود شکوفه از پشت سر صدایی زد هوی ببخشین با منی؟ آره علی رزا سرش رو پایین انداخت و شکوفه گفت تنور داغه دست به جون بود بعد خندید همینطور که شکوفه داشت میرفت علی رزا سرش رو بالا آورد نمیدونست چه چیزی در این دختر او رو خودش جلب کرده سرش رو بالا آورد یه لحظه شکوفه برگشت نگاهشون گره خورد ببخشید منظورتون چی بود شکوفه در جوابش انگشت فحش رو نشونش داد و بلندتر خندید و رفت. علی رزا درون در خودش تلاطم عجیبی حس کرد. هر بار که به بهونه سر راه شکوفه قرار می گرفت با متلک ها و حرف های زش مواجه می شد. یک بار شکوفه به علی رزا گفت اولاق بهت میگم تنور داغه. چرا جفتک میندازی؟ برو سراغش. علی رزا داستان رو فهمید و فرداش پا پیش گذاشت. پسری که یک سال بود با دیدن لیلا سرخ می شد این بار به سمت لیلا گام بر می داشت. لیلا از این همه حجب به وجد اومده بود. حتی چند باری به مادرش گفته بود که یکی از همکلاسیهاش بسیار پسر خوبیه. مادرش زیر چشمی نگاهش کرده بود و لیلا سرخ شده بود. لیلا سرخ شد. شکوفه رو با خودش مقایسه می کرد و نمی فهمید چرا باید رژ شکوفه گناهای علیرضا رو سرخ کنه. به علیرضا نگاهی کرد. کمتر آثاری از پسر محجوبی که با دیدن لیلا سرخ میشد در وجود علیرضا بود از دروغ چه کوچیک چه بزرگ متنفر بود نمیخواست مهمونی رو به هم بریزه سرخ شد و مادرش لبخندی زد و گفت پس آقای دکتر پسر خوبی هستن و لیلا با سرش تأکید کرد علیرضا پا پیش گذاشت و لیلا پا پس نکشید اما لیلا دوست نداشت قرار دو نفره بذارن برای همین از شکوفه هم خواست تا برای گردش با اونها بیاد. شکوفه هم گفت از دست تو دختر. شکوفه لیلا و علیرضا سوار تویتا شدند. وقتی سوار شدند، علیرضا تازه فهمید ارزش یک سال سربزیری و مثبت بازی رو داشت. در حضور شکوفه لنگ میزد. انگار نمیتونست خوب نقش بازی کنه. بین راه پیاده شد و نون داغ تنوری خرید. وقتی سوار شد شکوفه گفت تا تنور تاقه باید نون چسبوند. که خوشمزه بشه علی دست پاچه شد نمیفهمید منظور شکوفه از این حرفها چیه داستان سر هم می کرد بین راه از خانوادهش می گفت. از پدری که ثروتش رو از دست داد مادری که اخلاقش عوض شد و هی تعریف می کرد لیلا گفت آخه و شکوفه گفت لامستبی پا فیلم هندی هستین شما ها و خندید لیلا چشم قره رفت و شکوفه پوس زد و گفت ببخشید در حضور شکوفه کمتر برای لیلا شعر می خوند. اما هنوز هم تا لیلا نگاهش میکرد سرش رو پایین مینداخت موقع برگشتن لیلا پشت رول نشست شکوفه پیاده شد و اصرار کرد که علیرضا جلو بنشینه تا علیرضا برای سوار شدن خم شد شکوفه با همون انگوشت فوش کاری کرد که علیرضا سرخ شد خودش خنده ریزی کرد و عقب نشست و لیلا فکر کرد که علیرضا از جلو نشستن خجالت کشیده که قرمز شده مدت زیادی طول نکشید که علیرضا و لیلا عقد کردند و بلافاصله شاهین و شکوفه اونها رو برای مراسم پاگوشا به خونه دعوت کردند. شب خوبی بود و همه میخندیدند. شکوفه گفت: بچه ها بیا بیاین یه بازی بکنیم. بعد گفت: نظرتون راجع به قایم موشک چیه؟ همه قبول کردند. علیرضا چشم گذاشت و بقیه قایم شدند. خودش خوب میدونست چرا شکوفه این حرف رو زد. حتی میدونست شکوفه کجا قایم میشه. به طرز عجیبی حس می کرد شکوفه رو درک میکنه. برای حرف زدن با اون نیازی به نقش بازی کردن نداره. در توالت رو باز کرد. انگشت فوش رو نشون داد آرام گفت وقت انتقام. شکوفه پا پیش گذاشت و علی رزا پا پس نکشید. شکوفه خندید و گونه علی رزا رو بوسید و از توالت خارج شد. لیلا سک سک کرد. شاهین سک سک کرد و شکوفه بدو بدو اومد و سک, سک کرد. علیرضا در حالی که سعی میکرد گونش رو پاک کنه وارد شد. لیلا در فکر فرو رفت چرا باید رژ شکوفه گونه علیرضا علی رضا رو سرخ کنه برای اون که مهمونی رو به هم نزنه گفت که حالش خوب نیست و برخواست از هموم در اومد حوله به خودش پیچیده بود به علی رضا پشت کرد و رو به آینه ایستاد موهای خیسش رو تاب داد دستان علی رضا به کمرش حلقه زدن خودش رو از چنگال علی رزا بیرون کشید و گفت مرتی که ای قروم ساق مگه زن ندارین منم شوهر دارم برو پیش زنت شکوفه اینها رو گفت و علی رزا رو پس زد علی رزا پا پیش گذاشت و شکوفه پا پس کشید خب میگی چی کار کنم از مردهای بیوجود وجود خوشم نمیاد امشب برمیگردم ایران به خونه برگشت مادرش تا لیلا رو دید پرسید چیزی شده و لیلا اشکی ریخت و سرش رو پایین انداخت و به اتاقش رفت در بین راه علی رزا گفته بود که اتفاق وحشتناکی افتاد وقتی مشغول بازی بودن شکوفه او رو با شاهین اشتباه گرفت و در لحظه مسخره گونه او رو بوسیده بود. لیلا در حرفهای علیرضا شرمی ندید و بوی گند دروغ آزارش میداد. اون شب گریه کرد حتی به پیام ها و شعرهایی که علیرضا براش فرستاد جوابی نداد. صبح که شد تصمیم گرفت فراموش کنه. چند ماه بعد علیرضا یک روز خوشحال اومد. مقالش در یک کنفرانس ترکیه ای قبول شده بود و قرار بود بره ترکیه. دو روز بعد به لیلا گفت نمیره هزینش بالا و لیلا گفت برو به فکر هزینش نباش علی رضا ترکیه رفت سفری که بی همسفر نبود شکوفه هم به بهونه کنفرانس راهی ترکیه شد روزهای عجیبی برای علی رضا بود با دختری آشنا شده بود که رز بود میتونستن برای هم از رزالت هاشون بگن از دروغ هاشون شکوفه از اشوههاش برای اساتید میگفت و علی رضا از دروغ هاش علی رضا پک که عمیقی به سیگاری که سیگار نبود زد و با خنده پرسید موندم چرا با لیلا دوست شدی به همون دلیلی که تو یک سال ادای فرهاد کوهکن درآوردی خب من میشم شوهرش شریکش و مزایای مالی داره منم میشم شریک شوهر خرشو اگه زرنگ باشه مالشو صاحب میشم و بلند خندید خنده ای که شاید به خاطر هشیش بود فرداش علیرضا رو صدا کرد و گفت یا بخون ببین چی شده تلگرام و تویتر پر شده بودن از خبر قتل یکی از سیاسیون زنش رو کشته بود و همه نظر میدادند که زنی که جاسوس بوده زنی که نفوذی بود و کسی نمی گفت یک نفر گوشه قبرستون زیر خروارها خاک خوابیده شکوفه نگاهی به علیرضا کرد و گفت بعضی مردها ارزه دارن علیرضا گفت یعنی میگی لیلا رو بکشم شکوفه پا شد و به سمت پنجره رفت پنجره رو باز کرد و گفت نه بابا تو از این عرضه ها نداری حوله رو برداشت و به سمت هموم رفت علیرضا گفت وایسا منم بیام نمیخواد بیای حوصله آدم بی وجود ندارم علیرضا دمخ شد روی مبل دراز کشید و به فکر فرو رفت میگن بزرگی دچار تب شدیدی شد و چون وارد تبریز شد تبش فروکش کرد و نام اونجا شد تبریز لیلا برای عذرخواهی از شکوفه بابت اون شب تماس می گرفت و کسی گوشی رو جواب نمیداد. سر آخر به شاهین زنگ زد و گفت شکوفه جواب موبایلش رو نمیده. شاهین گفت که شکوفه برای کنفرانس به ترکیه رفت و این حرف شد یک شک بزرگ در وجود لیلا. علیرضا از ترکیه برگشت. این بار لیلا رو برای اینکه تویتا داره دوست داشت. دوستش داشت چون لیلا تک فرزند خانواده ای ثروتمند بود. در اولین دیدار بعد سفر متوجه سردی لیلا شد و این سردی شکی شد در وجود علیرضا. پس دست جون بود. یاد هیتلر افتاد که میگفت دروغ رو اونقدر بزرگ بگید که همگان باور کنند. نسخه ای با دست خودش نوشته و به مریضی فرزی شجریان و رقص تجویز نمود. نسخه شد پیام و در تب و تاب جامعه ای که از موسیقی و رقص ممنوع بود روش کرد و همه از علی میگفتند که چقدر بعضی ها میفهمند لیلا به شکوفه زنگ زد و تهدیدش کرد که اگه یک بار دیگه اطراف علی رزا دیده بشه شاهین هم وارد این بازی سه نفره خواهد شد شکوفه به علی رزا زنگ زد و گفت دست به جون بود. و علی رزا نسخه دوم رو نوشت نسخه ای که برای بیماری بی سواد و فرضی نوشته شده بود نسخه ای که علیرضا شمارش رو نوشته بود تا دارخونه از بیمار مبلغی دریافت نکنه نسخه ای که نه در دست پیرزنی بود نه در دست دارخونه ای نسخه ای که عکس شد تا بار دیگه شهری که محل ریزش تب بود ملتی رو به تب و تاب بندازه و همه از پزشک تبریزی بگن و بگن چقدر بعضی بزرگمنشند شکوفه به علی رضا زنگ زد و گفت شاهین رفتارش تغییر کرده دست به جنبون علی رضا دست جنبوند و لیلا خون بالا آورد مادر لیلا قبل از برخواستن نقش بر زمین شد و علی رضا این بار با گفتن غذای نظری مسموم هشتکی جدید به بازار پرتب و تاب شبکه های اجتماعی اضافه کرد تبی که این بار در تبریز فروکش نکرد که هیچ شغلور هم شد در آینه به خودش نگاهی انداخت فقط یک راند دیگر مانده بود تا دیگه روی نکبت تلان در رسی رو نبینه معمور نیروی انتظامی وارد شد و گفت نگران نباش کار هر کسی که باشه سه روز بعد میگیریمش علی رزا با تعجب پرسید سه روز بعد خبریه؟ آره واقعیت چون خبر خیلی صدا کرده از مرکز شفقت رو فرستادن شفقت مأمور انتظامی نگاهی کرد و گفت منم یه بار دیدمش اومد اینجا ده تا مزنون داشتیم ده تاشون رو به خط کرد ظرف چند دقیقه متهم و به ما نشون داد علی رضا با خودش فکر کرد که پس قول مرحله آخر شفقته دلش میخواست شکوفه رو ببینه و بگه که چطور لیلا وقتی خون بالا آورد با تعجب نگاش میکرد چطور همه قدم ها رو درست برداشت ولی نباید عجول باشه به وقتش همه چیز رو به شکوفه خواهد گفت روز موعود فرا رسید به کلانتری رفت تست دروغ سنجی گرفتند بعد به اتاق بازجویی رفت و شفقت با کاغذی به دست در حالی که لنگ میزد وارد شد چرا تو از غذای نظری نخوردی؟ راستش سه تا غذای نظری آورده بودن خب ما هم چهار نفر بودیم به دروغ گفتم من غذا خوردم هر بار که به اینجای جای داستانش میرسید بر سر خودش می کوبید شفقت گفت به خودتون مسلط باشین مشکلی با هم نداشتین خیلی به هم وابسته بودیم اینکه مشکل نیست الان هست و چند قطر اشک از چشمش جاری شد به خودش افتخار میکرد چقدر درست قدم بر می داشت شفقت نگاهی کرد دست رو شونه علیرضا گذاشت و گفت قوی باش به کسی مزنون نیستی علیرضا گفت هیچ حیوانی این کارو نمیکنه هیچ حیوانی شفقت گفت باشه من سوالی ندارم ولی اگه چیزی به ذهنت رسید بهم هم زنگ بزن کارتش رو به علیرضا داد علیرضا دیگه مطمئن بود که قدمی رو اشتباه بر نداشته برخواست و به سمت در رفت شرمنده شما دکتر بودی دیگه بله نمیدونم این پام شده از دیشب وحشتناک درد میکنه ببخشینا میشه علی رزا با خودش فکر کرد که موقعیت خوبی برای صمیمی شدنه جلو اومد و به معالجه پای شفقت پرداخت شفقت ناله میکرد و علی رزا گفت چند تا قرص ضد درد بخور بعدش کمپرس آب یخ بهتر میشی مسئله خاصی نیست میدونی لحظه اولی که دیدمت گفتم کارتو نیست نتونست غرورش رو قایم کنه و پرسید از کجا فهمیدی؟ میخواست ببینه اوج و هنرمندیش کجا بوده. شفقت نگاهی به علی رزا کرد و گفت چند سال پیش دنبال یه متجاوز بودیم. یه روز یکی اومد تو اداره گفت اومدم اعتراف کنم تا دیدمش گفتم دروغ میگه. شفقت صداش رو پایین آورد و گفت یارو چیزش کار نمیکرده. بعد با زنش دعواش میشه. زنش رفته بود و به همه گفته بود. اینم برای اینکه بگه زنش دروغگوئه میخواست بگه که ما هم بله علی رزا خندید شفقت هم خندید منم تا یارو رو دیدم گفتم این آدم وجودشو نداره میدونی آدم کشتم وجود میخواد کار هر کسی نیست علی رزا با سر تأکید کرد و شفقت گفت دکتر جون تا تو رو دیدم گفتم این وجودشو نداره علی رزا سرخ شد دست شروع کرد به لرزیدن دوستش فریاد بزنه و بگه که من کشتمشون راستی دکتر جون اسم قرصی که گفتی مصرف کنم چی بود علی رضا هنوز دستش میلرزید با عصبانیتی که پنهانش کرده بود گفت ایبوپروفن بخور دستت درد نکنه دکتر جون فقط به نظرت شجریان گوش بدم بهتر نمیشه البته من شنیدم برای پادرد مدونا خوبه شجریان برای سردرد نازری برای قلب علی رضا از حرفهای شفقت جا خورد ترس کل وجودش رو فرا گرفت در چشمان شفقت اثری از شک نبود شفقت بدون لنگیدن پاشد و گفت خب پس خرس مهربون شدی و گفتی من غذا نمیخورم تمام بدنش میلرزید بی اختیار نشست و گریه کرد